رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. وقتتون بخیر در هر جای این کره زمین که هستید. هر بار هر روز ما باید اخبار دردناک بشنویم واقعا. و این یکی از بزرگترین دردهای یک ملتی، یک ایران بانوی اسیر ماست واقعا. جمشید شارمند رو به قتل رساندن. اعدامش نکردن، به قتل رساندن. یک کوتاه در مورد جمشید شارمند صحبت میکنیم. اما در برنامه امشبمون میخواییم در مورد اولا 4 آبان، بعد 7 آبان، روز کوروش، و همچنین میخواییم در مورد یک تجربه بسیار تلخ کشتار 57 در کردستان، جنگ جمهوری اسلامی با کردستان رو صحبت بکنیم که واقعا این جنگ چگونه شروع شد، چه اتفاقات دردناکی افتاد و چه تجاربی ما ملت، ما مردم آگاه باید ازش، از اون تجارب تلخ بیاموزیم. و بعد این انقلاب ملی الان ما که شروع شده، خیلی وقت شروع شده البته، و این خاکستر زیر آتش به زودی شعله‌ور خواهد شد، این انقلاب ملی ایران ما آینده کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان و بخش بخش این ایران بانوی ما رو چگونه روشن خواهد کرد. اما فوکوس ما امشب در مورد کردستان با کسی که خودش کرده و بسیار هم از کردستان آگاهی خیلی خیلی زیادی داره، به دور از تعصب. یکی از زیباترین کار یک انسان آگاه، اخرت‌پرس و فرهیخته اینه که تعصب نداشته باشه. و خوشبختانه فرزام کلباسی مهمان امشب برنامه ماست. مهمان که چه عرض کنم، هر مهمان من صاحبون است و میخوایم در مورد این معضلات صحبت بکنیم واقعا که چه باید کرد. فرزام عزیزم بسیار بسیار خوشحالم. درود به شما بانو بابک گرامی، خوشحالم که در برنامه شما هستم و در خدمت مخاطبین و همراهان شما که ما رو میبینند. امیدوارم که صحبتهای ما و بحثی که میخواییم راجبش به نظرم خیلی مهم هست صحبت بکنیم مورد توجه اونها هم قرار بگیره. خوشحالم، بفرمید. امیدوارم. اول از خودت بگم که کوتاه بایوگرافیتو بگم که فرزام کرباسی فارغ التحصیل رشته هنر موسیقیه، دانش آموخته روزنامه نگاری و میدیا و کنشگر سیاسی و ملیگراست. همچنین که من اینگونه با فرزام جان آشنا شدم، متوجه کانال خیلی خیلی مفیدی شدم و حالا فرزام جان بیشتر در موردش صحبت میکنه، همکار و وبسایت خبری و تحلیلی ایران و اسرائیل است که الان تو این موزن و تو این موقعیت بسیار حساس و این احساسی که ملت ایران با ملت اسرائیل دارن با مردم یهودی به طور کلی دارن و تاریخی همیشه ما داشتیم، من فکر میکنم این کانال خیلی کانال مفیدی و من از روزی که متوجه شدم همیشه برنامه‌تون نگاه میکنم. فرزام جان، خود اگر چیزی احتیاج داره که بیشتر توضیح بدی خیلی خوشحال میشم. بله، البته که راجع به وبسایت ایران و اسرائیل صحبت کردید، این وبسایت همون radis.org نشانی وبسایت ما هستش که در واقع همون نشانی وبسایت قبلی رادیو اسرائیل هست که سالها دهه ها ما ملت ایران با این رادیو
با صداهایی که در اون صحبت میکردن، آقای منش امیر، خانم فرنوش رام، و قبلتر از اون آشنایی داریم و به گوش ما آشنا هستش، به گوش ما ایرانیان. و زمانی که فکر میکنم سال 2017 بود، که اواسط 2017 که رادیو اسرائیل توسط دولت اسرائیل بسته شد، به طور کلی رادیو اسرائیل فارسی و بخش‌های دیگر، چون هزینه اون رو از جانب ملت اسرائیل تأمین میشد و سالها کار کرده بود، و به هر حال دولت وقت، دولت آقای نتانیاهو، تصمیم گرفت که این رادیو بسته بشه و سردبیر اون، مدیر مسئول اون، جناب آقای منشه امیر، چون سالها رئیس بخش فارسی رادیو اسرائیل بودند، در سفری که به ایالات متحده داشتند، ایران دوستان از ایشون خواهش کردند که کارشون رو ادامه بدند. و پس از اینکه رادیو اسرائیل بسته شد، رادیو پیام اسرائیل بازگشایی شد و وبسایتش که همون رادیو radis.org بود، در واقع همون نشانی سابق، کارش رو ادامه داد. و در کنار اون کانال یوتیوبی که در اون زمان، خب به هر حال یوتیوب یه مسئله تازه‌ای بود به نسبت، و حالا دیگه ما فعالیتمون رو گسترده تر کردیم، مصاحبه‌هایی رو ترتیب دادیم و انجام دادیم، در کنارش اخبار روزانه‌ای که داشتیم بر روی یوتیوب قرار می‌گرفت، در رادیو هم پخش می‌شد، و به هر حال ادامه دادیم کار رو تا سال 2020 که رادیو پیام اسرائیل رو متوقف کردیم و وبسایت ایران و اسرائیل آغاز به کار کرد، که خوشبختانه باز با همراهی در واقع مردم ایران دوست در خارج و داخل، هنوز ما مخاطبین خودمون رو داریم و روز به روز هم بیشتر میشن. و خوشحالم که شما این فرصت رو به من دادید که یه تبلیغی هم در این باره انجام بدیم. ما روزانه سایت رو آپدیت میکنیم، مصاحبه های روزانه ای داریم، علاوه بر اون از کانال های دیگر، کانال های خبری، به صورت چکیده اخباری که فکر میکنیم که مناسب هست و لازم هست که به صورت یک جا و منسجم و چکیده همه اینها رو به گوش و توجه مردم برسونیم، اون رو هم بر روی وبسایت و یوتیوب قرار میدیم. و همونطور که گفتم، در طول هفته هم آقای منشه امیر به صورت روزانه برنامه‌ای رو دارن، علاوه بر اون گفتگوهایی که خودشون انجام میدن، حالا در کنارش منم گفتگوهایی رو انجام میدم که اون رو هم بر روی یوتیوب قرار میدیم. و خوشحالیم که به هر حال همراهان ما رو دنبال میکنن و به ما توجه دارن. بفرمایید. اولا فرزام جان، من کلا بدون تعصب هر چیزی رو که نگاه کنم لذت ببرم، سابسکرایب میکنم، لایک میکنم، شیر میکنم، چیزی که بسیار. مفید باشه. و این یکی از خصلت های ماست که متاسفانه دستمون خیلی سخت واسه لایک میره، سخت واسه حمایت میره. حمایت کردن هم دیگه یکی از اساسی ترین کار همبستگی، درست، کار همگرایی، کار تیم ورکه. و متاسفانه ما توش خیلی ضعیف هستیم به نسبت بسیاری از کشورهای دیگه که آگاه هستن به این قضیه، و باید همدیگر رو تبدیل کنیم، باید به مردم نشون بدیم، باید در کنار هم باشیم. اگه ما در کنار هم بودیم تا حالا که این آخوند دوزاری که نمیتونست بمونه، اما نبودن در کنار هم، سوء استفاده های آخوند و سوء استفاده های دیکتاتور همیشه و همیشه تونسته استفاده بکنه و بر علیه مردم باشه. بله. چیزی که منو خیلی جذب کرد از رادیو شما، از کانال شما، اینی که متوجه شدم که بدون تعصب از هر بخش و تلویزیونی که احساس بکنید که مفید مردم بشنون، این تحلیل مفیده که مردم بشنون، از این شخصیت که این صحبت کرده مفیده، بدون اینکه احساس بکنید حالا اینو بایکوت کنیم، اونو بایکوت کنیم، پخش میکنید. و این خیلی خیلی مهمه به نظر من. بله. و خوشحالم من شخصا، برای اینکه یه کار دیگه که شما دارین میکنید که کار منم به عنوان پژوهشگر آسون میکنید، خلاصه ای از بهترین ها رو بر میدارید، زحمتشو میکشید و بعد میذارید روی یوتیوب رو کانالتون، و این کار بسیاری از پژوهشگرها رو آسون تر میکنه که وقت رو کمتر برامو صرف میکنه، خوشبختانه. خب اما بریم سراغ کار امروزمون. میدونیم که 4 آبان گذشت، تولد محمد رضا شاه پهلوی. میدونیم که این روزها به خصوص هر چی زمان داره بیشتر میگذره، فرزام جان، بیشتر مردم متوجه میشن که چه کلاه بزرگ آخوندی اسلامی سرشون، چه بلایی سر خود و سر خاورمیانه. من الان داشتم این کلیپ نگاه میکردم،
از سخنرانی ترامپ از میشیگان، میدونی که مسلمانان میشیگان اونجا خیلی زیاد هستن. جالب اینجا اینه که معمولا به دموکرات ها اینا رأی میدادن، اما سخنرانشون با یه قلم پشتشون وایساده بودن، از مسلمان ها از ترامپ دفاع کردن، از پیس، از صلح دفاع کردن، که ترامپ به ما گفته صلح رو برقرار میکنه و ما نمیخوایم جنگ در کشورهای ما باشه، ما میخوایم صلح، میخوایم در کنار هم باشه. خب این دوباره یه خبر خیلی بهتر بود، چرا؟ برای اینکه منم شخصا دلم میخواد ترامپ باشه، البته نه این و نه آن، ما اینا به بد و بدتر سالهاست رسیدن، اما بدون شک ترامپ خیلی خیلی برای آینده ایران بسیار مهمتر به نظر من. اما هفته آبان روز کوروش، چه روز زیبایی! جشن های 2500 ساله رو گرفت، 1350، 7 سال، نه 9 سال قبل از اینی که، نه 7 سال، 7 سال قبل از اینی که انقلاب بشه. هنوز که هنوز فرزام جان، بر علیه این روز بزرگ، این روزهای بزرگ، چپ های رادیکال، یا من بهشون میگم فسیلی های 57، فسیلی به سن نیست دا، و افکار خشکه، به اون عقده هاست، به اون حس انتقام جوییه، به اون منیت ها و من هاست، به اون خودشیفتگی هاست، و هنوز که هنوزه تلاش دارن میکنن که اون روز بدترین روز بدونن. در اون روز وقتی که من تحقیق میکردم، تلاش کردن که عملیات تروریستی انجام بدن، برق رو قطع کنن در بعضی از مناطق، حتی برق قطع میشه. از 69 کشور دعوت شده بود از سران کشورها، یعنی یکی از زیباترین جشن های افتخار ملی در جهان بود. و ما ساعدی رو داریم، غلام حسین ساعدی در کنار شاعر ما نشسته و داره تقبیح میکنه که یه مش زنای اینچنینی، حالا شما نگاه کنید چپ کمونیست داره از مثلا اصلا کلمه قرتی بازی رو میاره وسط، یعنی فاجعه است. این روشن به من که بهشون نمیگم روشن فکر، به قول خودشون روشن فکران، و چقدر سال تلاش کردن که تقبیح کنند، هنوز هم دارن تلاش میکنن تقبیح کنن. اما یکی از پر افتخارترین روزها و هفته و زمان و تاریخ ما بود، چقدر تلاش کردن سلسله به سلسله. این وقتی آدم نوارا رو نگاه میکنه، تمام وجود آدم پر از شعف میشه که سلسله های مختلف پادشاهی رو چقدر زیبا در آن زمان، چقدر زیبا اینا شکل دادن و دنیا رو، چشم دنیا رو بردن به طرف تاریخ باستانی، تاریخ پر افتخار تمدن ایرانی و کوروش. و اون کلیپ خیلی خیلی دیدنی هم که چند سال پیش در کوروش بود، که یه پسری از نرده ها میپره بیرون، شروع میکنن به کتک زدنش، بعد به یک بار مردم شروع میکنن رفتن به، از نرده میپرن و میرن در کنار هم دیگه. ببینید هویت خیلی مهمه فرزام، خیلی خیلی. متاسفانه چپ ها هویت نمیشناسن، اما هویت انسان یکی از با ارزشترینه. حتی اگر در خانه و خانواده و در جایی به دنیا اومدم، یعنی خانه و خانواده و اجدادی دارم که به اصطلاح ممکنه که برای بعضیا شرم‌آور باشه، اما هویت منه و این هویت رو من میتونم بهترش بکنم، نمیتونم کتمانش بکنم. با کتمان کردنش دارم به خودم خودفریبی میکنم. و این هویت زیبای ایران که نصف این کره زمین در دست امپراتوری فارسی و باستانی ما بود، از هخامنشی به خصوص، ما، من و شما و ما، این روز چه چهارم و چه هفته آبان رو بسیار بسیار با تمام وجودم و با تمام وجود پر افتخار افتخار میکنیم به این افتخار پر افتخار ما. و ممنونم از خودت که میدونم که شما هم همچنان بسیار خوشحالید و پر افتخارید از یک همچین روزی، هفته آبان، روز هفته آبان کوروش، کوروشی که وقتی که انسان زندگی نامه رو و تمام کارهاش رو میخونه، تاریخی البته، حتی با تاریخ نویسان یونانی، نه فقط داخل کشور ما ایرانی، و چقدر بیشتر افتخار میکنه. به هر حال ممنونم از حضورت، و اگر دوست داری صحبتی بکنیم، اگر نه که بریم سراغ بحثم.
بله، من فقط یه توضیح کوتاه بدم که شما به 4 آبان که زادروز پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی آریا مهبود اشاره کردید، به 7 اشاره کردید که یادروز کوروش بزرگ است. بد نیست که به 9 آبان هم بپردازیم که همین چند روز آینده است که زادروز شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم یا پادشاه در تبعید، هر کی هر اسمی که میخواد روی ایشون و هر اسمی یا نامی که ایشون رو بنامه، به هر حال 9 آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی است که از همینجا به ایشون شاد باش میگیم. ایشون یک ثروت، حالا گذشته های ما به هر حال برای ما پر افتخار هستند. به گفته مرحوم امیرستان افشار، محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ، 2 ستاره پرفروغ تاریخ ایران هستند که هیچ وقت خاموش نمیشن. ولی بد نیست که به شخصیت ملی و ثروت بزرگ ما ایرانیان امروز بپردازیم، اون هم تولد زادروز پادشاه ایران شاهزاده رضا پهلوی هستش، رضا شاه دوم، و بهشون شادباش بگیم. و ممنونیم از خانواده پهلوی شهبانو و پادشاه فقید که در واقع این ثروت رو برای ما به این دنیا آوردن که در این روزگار سیاه ما ایشون رو داشته باشیم و برای یک ایران آزاد و آباد در آینده نزدیک همه ما ملت ایران در کنار ایشون هر توان با هر توانی که داریم برای آزادی و آبادی ایران بکوشیم. به هر حال این توضیحی بود که خواستم خدمت بگم. اولا من ازت خیلی تشکر میکنم، برای باش. که من میخواستم به روزش صحبت کنم، ولی چقدر خوب شد که گفتی به نه دیگه، تمام آبان ماه پادشاهان هستش. دقیقا. و به واقع چه سرمایه ای ما داریم از شاهزاده. برای من از روانشناسی دارم نگاه میکنم بهشون، تنها فردیه که تو تمام فعالیت هم با اکثریت این مدعیان به اصطلاح رهبریت و مدعیان مختلف چپ و راست و همه چی هم در از نزدیک باشون در ارتباط بودم و هستم، هیچ کس رو به اندازه ایشون به دور از هیچ گونه خودشیفتگی منیت ندیدم. این چه سرمایه، باور کنید از نظر روانشناسی مسئله خودشیفتگی مسئله بسیار جدی و بله خطرناکه. و ما بله یه بله همچین فردی رو داریم که با تمام وجودش، با تمام بدبختی و دربدری و بیچارگی هایی که از کاخ به کوه انداختنشون و همچنان هم ول نمی کنن، همچنان با فحاشی ها، با حرف های بسیار بسیار زشت، اما همیشه گفتم هرچه او را بیشتر بکوبید، هرچه این شهبانوی عزیز ما رو و خاندان پهلوی رو بیشتر بکوبید، بدانید که آنها محبوب تر خواهند شد که شد که دیدیم شد. خب بریم سراغ احسن، بله. از سراغ کجا میخوایش؟ بله بفرمایید. آره از این تجربه تلخ، برای اینکه شما میدونید که از 57 کردستان، حزب دموکرات کردستان شروع کرد به مخالفت طبیعتا با جمهوری اسلامی. نه فقط کردستان، بسیاری از آگاهان من جمله پدر من که سیاسی البته در هیچ گروه سیاسی نبود، ولی با نگفتن و با هیچ گفتن تو هواپیماش هوار زد و یادمه که یه دفعه برگشت به مامانم با بیچاره شد. و بسیاری از مردم در آن زمان نخیر با بودند کسانی که متوجه بودند که چقدر خطرناک ایران داره نابود میشه. اما کردستان بحث دیگری است. کردستان از 57 تا 59 آروم آروم به حملات جنگی و حملات مسلحانه پرداخت، به خاطر اینکه طبیعتا نه به جمهوری اسلامی بود. و افتخارشون هم تو صحبتاشون که الان همچنان دارن میکنن، افتخار میکنن که ما به جمهوری اسلامی از اول نگفتیم. اما درسته که نگفتید، اما چگونه برخورد کردید و چه فاجعه ای به بار آمد با آن حکومت آخوندی اسلامی آدم. از اینجا شروع کنیم. بله، من البته میخوام از یکم عقبترش شروع بکنیم، چون اینی که میگن، من بذارید یکم رک و راست باهاتون صحبت بکنم. من منظورم سازمان های مسلح کرد هستش، حزب دموکرات و بله حزب دموکرات کردستان ایران و حزب یا حالا سازمان مسلح کومله. اینها درسته در سال 57 به رفراندوم جمهوری اسلامی نگفتند، اما
بیایم یکم به عقبتر برگردیم. اینها در کنار دیگران، در کنار غلام حسین ساعدی ها، در کنار شاملوها، در کنار همه اون طیفی که به اصطلاح بهشون میگن چپ، در کنار خود اسلامیست ها جاده صافکن خمینی شدن. ببینید آقای عبدالرحمن قاسملو در واقع صداش هست، روزنامهش هست که میگه ما لبیک میگیم به امام خمینی. این قبل از پیروزی انقلاب شکوهمندشونه. لبیک گفتن به خمینی. این لبیک رو برای چی گفتن؟ برای اینکه میدونستند که اینها توان اینو ندارن که حکومت پادشاهی رو ساقط بکنن. در نتیجه در کنار خمینی ایستادن و صداش هست، تصویرش هست، به اصطلاح روزنامهش هست، نمیتونن اینو انکار بکنن. پس از اونجایی شروع میکنن، این چپ ها عادت دارن، از اونجایی شروع میکنن که به نفعشونه، که میدونن که خطری براشون نیست و کسی نمیتونه. ولی خب این دوران گذشت، دوران 57 گذشت که یک نسلی بود که ناآگاه بود. این ناآگاهیش هم تقصیر حکومت پادشاهی نبود، این رو هم میتونیم بهش بپردازیم، چون در این مبحث هستیم، نمیخوام زیاده گویی بکنم و به اصطلاح گسترش بدم این بحث رو. پس از اونجا اینها نه از ولی مهمه، ولی مهمه بیشتر من فکر کنم بیشتر صحبت کنیم. بله حتما. ببینید اینها از قبل از 57، سالها، دهه ها قبل از 57، کومله در دهه 40 بنا میشه، سازمان مسلح کومله که یک سازمان تروریستی بود که مسلحانه به اصطلاح مبارزه میکرد، اگر پاش میافتاد ترور هم میکرد و اینها مشیشون این بود، میگفتن ما یه مش چریکیم و نمیدونم. حالا به هر حال این پایه‌گذاریشون بر این اساس بود. از اون ور حزب دموکرات کردستان ایران که به هر حال پیشینش مشخصه، برمیگرده به قاضی محمد و شخص آقای عبدالرحمن قاسملو، از حزب توده بوده، عضو حزب توده بوده، از حزب توده منشعب میشه، میاد در واقع، خب خود آقای قاضی محمد هم به نوعی دست نشانده شوروی بود و دیگه اون دیگه تاریخه، نمیشه این رو تحریف کرد و به یه گونه دیگه. با این بک‌گراند من نمیخوام زیاد بریم به تاریخ برگردیم، ولی در اون دهه 40 تا 57 اینها هر کاری که از دستشون بر اومد انجام دادن. حالا اینها سازمان های مسلح کرد بودند. بیایم بپردازیم به جامعه کردستان. آیا جامعه کردستان، شما ببینید، من این رو شاید کسی بهش انقدر نپرداخته، در بحبوحه انقلاب، در اون ماهایی که، حالا انقلاب که میگم یعنی فتنه 57، در اون ماهایی که 6 7 ماهی که بود، که همه جای ایران حالا به اصطلاح کم و زیاد تظاهرات بود و راهپیمایی بود و بر علیه حکومت پادشاهی، من سنندجی با قاطعیت بهتون میگم، چون به هر حال از خانواده‌ام شنیدم، رفتم نگاه کردم، تاریخ رو یکم بررسی کردم، سنندج و شهرهای دیگر اساسا در هفته های آخری که دیگه همه جا شلوغ شده بود، سنندج و شهرهای دیگر به این انقلاب کذا و کذا میپیوندن، اونم نه در سطح گسترده. یعنی جامعه کردستان اصلا یک جامعه ای نبوده که فرض کنید بر ضد حکومت باشه، اتفاقا مردمش رو منظورم است، ولی این احزاب یا سازمان ها از دهه ها قبل با این سیستم مشکل داشتن. به هر حال این از این قسمت، یعنی اون قسمت قبل رو، قبل از 57 رو نمیشه سانسور کرد، به نفع خودشون هر جوری دوست دارن. این از این. حالا آقای قاسملو دبیر کل سازمان مسلح دموکرات کردستان ایران اولین نماینده خبرگان بوده که انتخاب میشه و میخواسته بره تهران که خمینی میگه آقا این بیاد بگیرینش، زندانش کنید و هر بلایی که لازمه سرش بیارید. این آقا به خاطر اینکه میفهمه که داستان از چه قرار هست و اگر بره تهران چه بلایی ممکنه سرش بیاد، از اونجا مخالفتش با خمینی آغاز میشه. یعنی بر سر قدرت، بر سر سهمی که قرار بوده خمینی به اینها بده و نداده، مخالفتش به خاطر این اساسا. کومله خب به هر حال اون یک تفکر چپی بیشتری داشت کومله، و اون هم به گونه دیگر، یعنی این مخالفت بر سر سهمخواهی بوده. در این میان مردم کردستان قربانی این سهمخواهی آقایون و خانومهای کومله و دموکرات میشن. همین کاری که در امروز میکنند، همین کاری که
من میتونم سند برای شما بیارم افرادی که در عضو این در سطح بالا بودن عضو این سازمان ها و الان نیستن که تا سال 2019 و 2020 حزب دموکرات کردستان ایران و حومله نشست هایی با سپاه پاسداران داشتند، با اطلاعات سپاه داشتند. اینها بر سر سهم خواهیشون حاضرن با هر کسی بنشینن، یک شعار دارن، میگن ما برای قدرت و دست پیدا کردن به قدرت حاضریم با شیطان هم بنشینیم و مذاکره بکنیم، حالا چه برسه به جمهوری اسلامی. پس در نتیجه این نگفتن اینها عاملش سهم خواهی بوده که خمینی اساسا سهمی به کسی نداد و اون بلا رو سر اینها آورد که شاه نیاورد، پادشاه فقید ایران اینها رو با مماشات باشون برخورد کرد. به هر حال این مسئله، پس من میخوام یک تفکیکی، منظورم از این بحث اینه، یک تفکیکی قائل بشیم بین مردم کردستان که قربانی اینها شدن، قربانی خواسته هایی شدن که اساساً بیپایه است، اساساً بیپایه است و در آینده هم پس از این رژیم هم اینها این خواسته ها رو عنوان میکنند و باز هم بیپایه است و باز هم هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت و امیدوارم که این بار مردم کردستان و ملت ایران در واقع رفتار درستی با اینها بکنند که یک بار برای همیشه اینها دومشان رو بر روی کولشان بگذارن و این مسئله برای همیشه حل بشه. امیدوارم مردم کردستان، من از اون استان میام، از اون خطه میام، فرهنگش رو میشناسم، با هنر و موسیقیش تا حد زیادی آشنا هستم، با همه چیز تا حد به اندازه کافی آشنا هستم. اینها متاسفانه در طول 100 سال اخیر تقریبا تونستن بر روی روانشناسی این مردم کار بکنن که شما تا حد زیادی، حالا امروز فرق داره، امروز مردم کردستان همونجور که در خیزش ملی 401 دیدیم گفتن که خانواده مهسا امینی رو ببینید، خانواده مهسا امینی نمونه کامل این مسئله هست. اینها میخواستن مصادره به مطلوب بکنن، این خانواده رو مصادره بکنن که بله گویا مهسا امینی یا ژینا امینی کرد بوده و به هر حال این خانواده ورای ایران هست. شما اگر این رو به این گونه نگاه میکردید اون وقت دیگه در تهران در اقصی نقاط ایران این مردم به پا نمیخواستند. و یک دروغ بزرگتری که اینجا لازمه بگم، مردم ایران در تهران در جلوی بیمارستان اولین هسته اصلی تظاهرات بر علیه رژیم به خاطر مرگ مهسا امینی در تهران شکل گرفت. این یک دروغیه که اینها باز با تکرار میخوان این دروغ رو جا بندازن. بحث رو در اینجا کوتاه میکنم، میخوام شما هم اگر نه، پرسش دارید بفرمایید. ممنونم ازت، خیلی موضوع مهم. من بارها تو کلاب هاوس و تو سخنرانیام بارها گفتم اگر مهسا در سرقز، در سمندج، در هر شهرستان دیگری مهسای این اتفاق براش میافتاد هیچ چی نمیشه. مگه ما کم مهسای اینجوری رو از دست دادیم به دست جمهوری اسلامی؟ مهسا در تهران این اتفاق افتاد، رفتن جلوی بیمارستان، مردم رفتن جلوی بیمارستان. برای مردم مهم نبود که مهسا از کجاست. تازه یک مسئله بسیار مهمتر که برادر مهسا گفته بود، ما غریبیم. این مردم رو، احساس مردم رو برانگیخت. یه لحظه تاریخی بود، ببین این یه لحظه تاریخی بود واقعا. یعنی پوینت من از نظر روانشناسی اجتماعی چقدر مردم این مسئله براشون مهم بود که اومده بود مهمان ما بود. و به اضافه اینی که لباس مهسا دوباره خیلی مهم بود، هیچ ایرادی نداشت، همه اینا دست به دست هم داد. به واقع اگر مهسا در کردستان کشته میشد یا به قتل میرسید یا همین اتفاق براش میافتاد، آب از آب تکان نمیخورد، فقط نامی بود و نام. اما خوشبختانه مردم ایران خیلی بیدار شدن برزم جان. و به اضافه اینه که دقیقا شما درست میگی، در همون ابتدا در کلاب هاوس هم خیلی تلاش کردن مصادره کنن، اصلا کردستان رو جدا بکنن، این انقلاب زندگی آزادی مال کرداست، به شما ها ربطی نداره. اما دوباره ما در تظاهرات
چه ایران و چه در خارج از کشور، از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا تهران شنیدیم و تلاششون متاسفانه خیلی کمرنگتر و کمرنگتر شد. یه موضوع خیلی مهمتر اینه که ببینین اقلیم کردستان الان میدونین چی شد. دو تا قدرتمند، دو تا یکی جلال طالبانی یکی هم بارزانی، این هر دو همیشه تاریخی هم دیگر رو کشتن و همیشه هم برای قدرت جنگیدن. به اضافه اینی که همین اخیرا هم ما دیدیم که 4 نفر کشته شدن، همدیگر رو کشتن به خاطر انشاء، نمیخواستن بمونن، 4 نفر رو همین اخیرا کشتن. یعنی این مسئله کشتار و کشتن برای قدرت داشتن قدرت و توانایی نگه داشتن قدرت هیچ ابایی براش ندارن و بین خودشون هم خیلی خیلی، من و شما میدونیم که بین خودشون خیلی خیلی کشته شدن و کسی هم اطلاع پیدا نکرد. ولی مهم الانه خانواده مهسا، چه دایی مهسا، چه مادر و پدر مهسا، با شجاعت نشان دادن که ما از شما نیستیم، ما ایرانی هستیم و به نوعی تحت فشار آنها هم قرار گرفتن. یعنی که اونها فشار می آوردن، از این طرف اینها تلاش میکردن که بگن ما ایرانی هستیم. اینا دقیقا انقلاب 401 ما رو نشون میده، دقیقا یک رنسانس رو نشون میده، دقیقا آگاهی ملت ایران نشون میده که بس از تجزیه و اختلاف، این همه تفرقه، این همه اختلاف. و بعد از همه مهمتر اینو یه مقدار روش فوکوس کنید، به محض اینکه زن زندگی آزادی شروع شد و اینا تلاش کردن دیدن نمیتونن مصادره بکنن، اگه یادتون باشه شروع کردن به تمامیت خواهی، پان کرد شروع کرد به تمامیت خواهی، پان فارس، پان ترک و پان کرد. و تو صحبتاشون چیزهای خیلی عجیبی من میشنیدم که بارها هم چالششون کردم، تمامیت خواهی به اوج رسید به یک باره، نه به دار است نه به بار است، آدم خوار اونجا نشسته، من همش فریاد میزدم توی اتاقای کلاب هاوس و توی برنامه های تلویزیونی، میگفتم دشمن داره به ریش ما میخنده، شما چی داری میگی؟ همه اونجا نشستن اون بالا. حتی دانشگاه هم باید به زبان ترکی بشه، دانشگاه هم باید به زبان کردی باشه و هر کسی هم که اومد، بعد چالش این بود که وقتی یه نفر از این طرف میخواد بیاد کردستان شغل به دنبال شغل بگرده یا بره آذربایجان، جوابو میدونین ببین، یعنی یک جواب سفیهانه بسیار دردناک ولی از یه جهت دیگه بسیار خوشنود برای من این بود که میگفت بره کردی یاد بگیره بعد بیاد اونجا جا پیدا کنه، کار پیدا کنه، بره ترکی یاد بگیره. این از فصاحت و از ضعف خردورزی اینا میاد و این از عقده میاد، از کمبود میاد و از نداشتن آگاهی و دانش سیاسی میاد، به اضافه اینی که از قدرت طلبی میاد، از خودشیفتگی میاد که حاضرین کشته بدیم. خودشون هم که میدونین که بچه های خودشون همیشه در امان، لاکچری لایف، خودشون هم خارج از کشور، اکثر این هم خارج از کشور نشستن این رهبران مدعی. بله. اینجاست که حالا برگردیم سراغ موضوعمون که چقدر اینا تمامیت خواه هستن، در صورتی که این اصلا امکان پذیر نیست. به اضافه اینه که 4 کشور کردستان داره، سوریه، ترکیه، ایران، عراق، و ما دیدیم که ترامپ هم به یک بار سوریه رو ولکن رفت. یعنی امکان نداره که اینا بخوان، دولت های غرب به نظر من امکان نداره که بخوان یک دولت کردستان، اقلیم کردستان درست شد ولی دیدیم چه فضاحت و فساد و جنایاتی از درون اقلیم کردستان داره میاد بیرون. اینجاست که مردم کردستان ایران آب شدن. حال بریم سراغ آگاهی مردم کردستان و یا هر جایی که خواهی دوست داری صحبت. بله، حالا البته شما یه مطالبی رو گفتی که من لازم یه توضیحاتی راجبش بدم. ببینید، این مسئله مرگ مهسا، کشته شدن مهسا امینی، یک اون پر کاهی بود که پشت اون شتر رو شکست. به نظر من چون در این روزها هستیم، در همین روزهای هفته آبان، ما برگردیم ببینیم که از کجا شروع شد. سال 1395 به یک باره مردم ایران در همین روز هفته آبان که یاد روز کوروش بزرگ هست، فیلماش هست در یوتیوب میتونید ببینید، به یک باره هزاران نفر، من نمیدونم چند هزار نفر، در اون محل جمع شدند و به نوبه خودم، من وقتی این ویدیوها رو میدیدم هم یک حالت
چی میگن، شعف داشتم و برای هر ایرانی که دل در گروه ایران داره این حالت پیش میاد، وقتی اون مردم رو میبینه که دور اون آرامگاه داشتن میچرخیدند، واقعا یک حالت بغض همراه با شعفی به آدم دست میده و شعار میدادند که ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و خب حالا شعارهای دیگر. و جالب بود که به صورت نمادین، باز میگم اینا همه در یوتیوب هستش میتونید پیدا کنید، از کردستان، از لرستان، از بلوچستان، چه میدونم اقصی نقاط ایران با لباسهای محلی اونجا جمع شدن، از خوزستان، و به زبان مادری خودشون اونجا صحبت کردند که ما ایرانی هستیم و این ریشه تاریخی ما هست، هزاره ها ما با هم زندگی کردیم و از اونجا آغاز شد انقلاب یا پروسه انقلاب ملی ایران. درسته که به پیروزی نرسیده ولی این روند، این روند از اونجا آغاز شد. و دقیقا ماه، چند ماه بعدش در دیماه 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، رضا شاه روحت شاد و ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، به یک باره به میدان میاد. این نشون میده که این مردم، همونطور که شما در ابتدای صحبتتون گفتید، ما ایرانیان در سال 57 یک خودکشی دست جمعی کردیم و اونهایی که باقی موندن از این خودکشی گشتیم ببینیم که ما کجای کار اشتباه کردیم و چی رو با چی عوض کردیم و چی به دست آوردیم. خب این چیزیه که به نظر من میرسه که به این گونه بوده. و رسیدیم به 97، باز یک خیزش دیگری بود، رسیدیم به 98، آبان 98 که ما الان درش هستیم، بزرگترین خیزشی بود که در اون فرزندان ایران جان خودشون رو فدا کردن. آگاهانه پویا بختیاری در خیابان صداش هست که با دوربین موبایلش داره میگه مردم من اومدم وسط خیابون، منم پسر یک کسی هستم، یک خانواده ای دارم ولی برای ایران اومدم. این رو در آبان 98 دیدیم، در 401 دیدیم. خب این طبیعیه، یک روندیه که ما ملت ایران به یک آگاهی رسیدیم و بر علیه فتنه 57 اومدیم به میدان. حالا یک جایی ممکنه موفق بشیم، بالاخره ما پیروز میشیم. این از این قضیه، خواستم این توضیح رو بدم، ببخشید که طولانی میشه. و در مورد اینکه اینها تمامیت خواهن یا هر چی که هستن، این تجزیه طلبان یا حالا خودشون میگن بهمون بگید جدایی طلب، ببینید شما رو ارجاع میدم به مقاله‌ای که همین 3-4 ماه گذشته در مجله ساندی تایمز یا تایمز، اگر اشتباه نکنم، به هر حال میتونید اونجا پیدا بکنید که آنالیز کرده، تحلیل کرده که رژیم ممکنه بر کدوم یک از مواردی که هست انقدر براش خطرناک باشه که خطر سقوط رو داشته باشه. مسئله حجاب درسته که در جایگاه خودش بسیار مهمه، زنان و بانوان ایران بزرگترین لطمه رو از فتنه 57 دیدن، ولی آیا مسئله حجاب میتونه در ایران پتانسیلش رو داره که به انقلاب منتهی بشه؟ درسته یکی یک دختر ایرانی رو میکشن و حالا میلیون ها ایرانی به میدان میان، ولی در حالت نرمال حجاب این پتانسیل رو نداره. میتونه، خیلی هم مهمه، مهمه در جایگاه خودش. ببینید رژیم، آیا شعار تجزیه طلبی میتونه این پتانسیل رو داشته باشه یا برعکس مردم رو میترسونه از این که اگر این رژیم هم بره، که ایران اگر تجزیه بشه که بدبخت میشیم، پس ما بشینیم تو خونهامون. پس ببینید این دوستان یا ناآگاهان، یا آگاهانه یا ناآگاهانه، دارن خدمت میکنن به رژیم. شمایی که میگی ما با تانک میایم از روی مرکز گرایان رد میشیم، آقای که اسمت هم عوض کردی و چند ماه پیش اومدی گفتی من ایرانی نیستم، ولی امروز با پررویی میای در مورد ایران صحبت میکنی، خب شما داری به رژیم خدمت میکنی. حالا من نمیدونم واقعا، یا آگاهی یا ناآگاهی. اگر آگاهانه این کارو میکنی که دیگه کارت با کرام الکاتبین، اگر ناآگاهی که دیگه اصلا کار سیاسی نکن. میگه ما با تر تر با تر تانک از روی مرکز گرایان رد میشیم، کی اینو میگه؟ زمانی که مردم تو خیابونهای تهران و اقصی نقاط ایران هستن. ببینید شما خودتون میتونید این رو آنالیز بکنید دیگه، این هست. خودشیفتگی و قدرت کشته. نه نه، من نمیگم خودشیفتن، اینا میدونن دارن چی میگن، اینا میدونن دارن چی کار میکنن. من اتفاقا اینا خودشیفتن، ناآگاهن هر چی که هستن، ولی دارن به رژیم خدمت میکنن. و این
بر این دلیلیه که من اینجا در خدمت شما هستم که به ملت ایران به عنوان یک ایرانی اول و به عنوان یک کرد که تمام بچگیمو توی تهران و تو تهران من بزرگ شدم، توی کردستانم بودم، ولی والا هیچ جا من ندیدم یه کسی به من بگه که تو کردی، تو فلانی. همه با هم ازدواج میکنن. آخه اصلا این مسئله مطرح نیست در ایران. شما اتفاقا من هر جا گفتم آقا من کردم، چه توی محیط مدرسه بوده، نمیدونم دوستان بودن، هرچی، با افتخار گفتن به کردها فلان. اینها من نمیدونم کجای ایران بودن که این همه تبعیض بهشون وارد شده. آخه تو ایران واقعا ما نداریم همچین چیزی، همه ما ایرانی هستیم. حالا من کردم، شما از یه جای دیگه هستی، ولی همه ما ایرانی هستیم. شما ببینید سر مسئله فارسی صحبت کردن چه اصلا فاجعه ای به بار آوردن خودشون، در بحبوحه‌ای که مردم توی خیابونهای ایران هستن و دارن بر علیه رژیم می جنگن، اینها هشتگ من و فارسی را انداختن که بیاید ببینید. من وقتی که فارسی به زور بخواستم در مدرسه فارسی صحبت کنم، فشار عصبی و روانی به من وارد شده. اصلا آدم مبهوت میمونه از این حجم از خدمتی که اینها، میگم، یا خواسته یا ناخواسته دارن به رژیم میکنن. آقا رو برداشتن، بیشوری اون که 100%ه، اون که در رده اوله. من حالا میگم کسی که حتی با آگاهانه داره این کارو میکنه، پس تو مأمور رژیمی. آقا رو بردن در کنار یک شخصیت مهم، محترم، ملی مثل شاهزاده رضا پهلوی گذاشتن، اصلا نمیفهمه که برای چی اونجا نشسته. میگه من نماینده ملیت های ایرانم. خب غلط میکنی، کدوم ملیت؟ ما یه ملت تو ایران داریم، اونم ملت ایرانه. شما بی خود میکنی که داری همچین حرفی میزنی. کدوم کرد، کدوم کردستانی به تو این نمایندگی رو داره؟ تو چه نماینده؟ تو اصلا از خانواده خودت هم نماینده نداری. ببینید من اینو آگاهانه خدمتتون میگم، این من میشناسم کسی رو که تجزیه طلبه، خانواده خودش اینو قبول ندارن، نزدیکترین خواهر و برادرش قبولش ندارن. شما برید ببینید دیگه اینا چقدر بدبختن. ولی مثل اون بسیجی دهنگشادن که یک تریبون هم دارن، حالا اسم نمیبرم، که اینها رو میاره تر و خشکشون میکنه شبانه روز، ولی راه به جایی نمیبرن. ملت ایران زیر بار تجزیه و این داستانا نمیره و ایران فدرال نخواهد شد. این بازی ها رو سر ما در نیارید. شما تجزیه طلبید یا جدایی طلبید با پوشش فدرالیست، اوکی، میتونید این دروغ رو شبانه روز تکرار بکنید، اما کسی شما رو باور نخواهد کرد. بفرمایید، ببخشید. نه 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 دقیقا میدونه که اول میگفتن از جدایی خیلی راحت صحبت میکرد، از تجزیه خیلی صریح صحبت میکرد، بعد دیدن اوضاع خراب شده، کردنش فدرالیزم هستیم، فدرالیزم. کاری که دقیقا چپ ها این کار رو کرد، چپ های 57 هم این کار رو کردن. الان همشون میگن ما سوشیال دموکراتی، سوشیال دموکراتی، یعنی آخه میرن اینا فکر پشت میکنن با کلمات اسم عوض کردن میتونن این دروغ رو به مردم دوباره بفروشن. بفرمایید. آخه مسئله اینجا اینه که تمام صحبتاتون همون صحبته، صحبتشون همون صحبته، کلمه رو عوض میکنن که به فرض اینجوری خام کنن. اما مردم ایران خوشبختانه خیلی خیلی آگاهتر از این قضیه شدن. من یادم توی یکی از برنامه ها تو کلاب هاست یه خانم ترک با هم یه دفعه با هم جمع، بعد از این اعلام وکالت برای شاهزاده، اینا دیگه یا تو به تنگاپو افتادن و شدیدن شلوغش کردن، همه هم رفتن توی یکی از اتاقای کردها، ترک و همه در کنار هم بودن. اولا من تو پرانتز بگم، من درسته که فارسم ولی من کردم و من ترکم و من بلوچم و من انگلیسی هم، من آفریقایی هم، من از همه این کره زمینم، بارها هم به همه گفتم و یک واقعیته، هر جای دنیا که برم احساس میکنم به اون ملت تعلق دارم، در کنارشون میشینم، در کنارشون ریسرچ میکنم، غذا میخورم، کیف میکنم، لذت دارم و کردی هم خیلی خوب جواب کم به قربانت بهم زور زور خوش با لذت هم کردی صحبت میکنم، با لذت عربی صحبت میکنم، با لذت انگلیسی، هر زبانی که بلد. اینو تو پرانتز بگم. اما تو اون اتاق شما نمیدونید بعد از این وکالت اینا چقدر ترسیده بودن که یه خانومی که از نروژ و روان پزشک و خیلی به قول خودش
ترک 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 میکرد و تجزیه و ترک، واقعا صحبتی کرد که تمام اصلا من واقعا فاجعه بار بود برای من که شما تو کشورهای دموکراتیک و پادشاهی دارین زندگی میکنید. جالب اینجا در کشور بله همشون تو پادشاهی کشورهای پادشاهی هن. بله 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 و بعد میگفتش که ما باید این پسر این شاهزاده 16 شونو در دادگاه های بین المللی به خاطر پدر و پدر بزرگ شما حاکمش کنیم. کدوم قانون، کدوم روشن فکر میتونین صحبت و بکنین اینم که از حماقتشونه. حماقت به اوج رسوندن حماقت رو. یا مثلا همون آقایی که شما گفتید، برای من بر من به راحتی اسم میارم، اینا اگر شما راحت نیستید نمیارم، نه آقای بلاحظه کاوه با آهنگری، نه چرا آهنگری آقای مثلا عثمان از قندی، اسمش عثمانه در اصل، بله از بله قندی زرقندی یه چیز اینجوری فامیلش. بله بله بفهم البته چه کلاف هست، من خیلی جانانه بایستدم در کنار مقابلش، ایشون ولی با تندیس قاضی محمد میگه من ایرانیم، میگه ببینید چقدر این میتونه فاجعه مسخره باشه. فاجعه. ایشون برگشت میگفتش که در شأن ما نیست که بریم در کنار پهلوی بشینیم. یعنی بله اینو به همین خاطره که من میگم خودشیفتگی دیگه، یک ولی در حالت شأنشون هست با وابسته. مجاهدین خلق یکی بشن، Thank you. بیانیه صادر بکنن. در شهرشون هستش که رهبرشون در کنار روسیه بوده و باجگیر روسیه بوده. یعنی فاجعه است، یعنی خیانت پشت خیانت. اما مسئله مهم اینجا اینه که اون برگردیم خیلی سریع به اون صحبت به تایتلمون. به نظر من جنگ مسلحانه از قبل که شروع کرده بوده، همونطور که شما گفتید سال 57 هم که مخالفت کردن، جنگ مسلحانه رو شروع کردن. من باورم اینه که خودشون شروع کردن، حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال یعنی به راحتی گوشت گذاشتن جلو دهن گربه. اگرم خودشون شروع نکردن، آیا به نظر شما خودشون شروع کردن که آتو اومد تو دست جمهوری اسلامی برای سرکوب؟ نه ببینید جمهوری اسلامی که از اینا استفاده، آماده بود. نه نه از اینا داره استفاده میکنه. ببینید در بزنگاه ها اینها رو میاره وسط و همین بزنگاه 1401 اینها در به نفع رژیم در میدان رژیم بازی کردن. حالا خودشون فکر میکنن که نه، ولی واقعیت این هست که در میدان رژیم و برای رژیم کار کردن. همونطور که باز میگم در 2019 اینها در حد سران همین سرکرده های این دو حزب یا دو سازمان با نمیدونم قرارگاه حمزه و فلان و اینها مذاکرات داشتن که در ادامه اون در نروژ اون مذاکرات ادامه پیدا کرد که در همون زمان در سالگرد ترور و یا قتل قاسملو شاهزاده رضا پهلوی میتونید برید در توییتر ایشون پیدا بکنید که یک توییت منتشر کردن که به خطاب به این افراد، خطاب به آقای مهتدی و هجری که رفتن با رژیم مذاکره بکنن، البته اسمی نیاوردن، ایشون گفتن که به جای این که برید با رژیم مذاکره بکنید که نتیجهش ترور رهبرانتون هست که امروز سالگردش هست، توییت شاهزاده اشاره میکنم به توییت ایشون، بیایید و در کنار همدیگر متحد بشیم بر علیه رژیم. ببینید این سال 2019 هست، یعنی همین چند سال قبل که اینها به این صورت عمل کردند و مذاکره کردند و همچنان هم دارن مذاکره میکنند. شما ببینید آقای عبدالله مهتدی، من برای حرفایی که میزنم میتونم سند ارائه بدم، آقای عبدالله مهتدی رو برید سرچ بکنید، بعد از کتلت شدن قاسم سلیمانی در ایران اینترنشنال چه صحبتی راجع به قاسم سلیمانی میکنه، میگه ایشون یک فرمانده فلان بود، خیلی کارش درست بود، خیلی یک تعریفی میکنه انگار که یکی از سران رژیم داره راجع به قاسم سلیمانی حرف میزنه. اینها سنده دیگه، نمیشه که انکار کرد، صحبت های ایشون هست، میتونید در فضای اینترنت پیدا بکنید. اینها میخوان یک کپی، یعنی در ذهنشون هست، ببینید جامعه کردستان، استان کردستان ایران اصلا قابل مقایسه با کردستان عراق نیست. کردستان عراق یک جامعه عشیره‌ایه، یک عشیره به اسم بارزانی منطقه اربیل و اطرافش رو در دست داره و خانواده طالبانی در یک قالب دیگری، اتحادیه میهنی کردستان منطقه سلیمانیه و اطرافش رو در دست داره.
این قابل مقایسه آقایون و خانم ها، شما نمیتونید جامعه کردستان اونم امروز که اصلا یک جامعه بسیار متفاوتی هست رو شما بخواید در اون مثل کپی برداری بکنید از کردستان عراق. کردستان عراق و اصلا در کل کشور عراق هم فدرال درش شکست خورد. آخه این یک مسئله ای بود که در سال 91 امریکا که بعد از اینکه صدام حسین رو عقب روند از کویت و اینها، خواستن اون منطقه رو به اصطلاح پرواز ممنوع اعلام کردن برای مقاصد خودشون. اصلا نمیشه این رو با ایران مقایسه کرد و این رو در ایران پیاده کرد. خیال خامه، ولی خب میتونن این خیال خام رو در سر خودشون بپرورونن، شبانه روز هم با اون خوشحال و چه میدونم خرسند باشن، ولی به جایی نمیرسه این مسئله. جامعه کردستان، الان کردستان عراق رو در نظر بگیرید، 30-35 سال از اون میگذره، یک نسلی، همین که میگن ما فقط باید کردی تدریس بشه فلان، یعنی اینکه زبان فارسی قطع بشه و قطع رابطه بشه با شهرهای دیگر ایران. صحبتی که شاهزاده چند سال پیش داشتن در یک جلسه خصوصی که این آقایون و خانم ها، آقای تبرزدی و اینا، مثل که اومده بودن علم کرده بودن که فدرالیسم و فلان، شاهزاده دقیقا به درستی گفتن که آقا گیرم که شما در کردستان، در تبریز، در جاهای دیگر زبان فارسی رو تدریس نکردید، اینها زبان مادریشون رو یاد گرفتن، فردا روز اگر این آقا بخواد بره کار بکنه در شهر دیگری به چه زبونی باید حرف بزنه با هم میهنش. این بلاییه که در عراق، در کردستان عراق سر این مردم آوردن و امروز مردم کردستان عراق، ببین من بارها به اونجا سفر کردم در زمانی که هنوز خارج از ایران نیامده بودم، یک جاییه که ایزوله است و الان گرفتاره، الان گرفتاره. یک نسلی بار اومده که عربی بلد نیست، فرصت شغلی در اونجا نیست، هیچ کاری نمیتونه بکنه و آرزوشون اینه که برگردن به دوران صدام. ببینید یک بلایی سر اون مردم آوردن، خانواده بارزانی و طالبانی، که آرزوشونه برگردن به دوران صدامی که قتل عام میکرد کردها رو. اینها این بلا رو میخوان سر ما بیارن. حالا مردم کردستان امیدوارم که آگاه شده باشن که این، ببینید این رو بذارید من خدمتتون بگم، مثل این میمونه که من الان در وزن و سایزی که هستم برم لباس 20 سال پیشم رو بپوشم. خب نمیره، تن من نمیره. این لباسی که دوختید برای دهه 30 و 40 بوده، 20 بوده، در دورانی که شوروی بوده، آقای قاضی محمد اومده به کمک شوروی این لباس رو دوخته. حالا شما میخوای این لباس رو در این سال 1403 تن این مردم بکنید؟ نمیشه. بهتره شما هم قبول کنید که ایرانی هستید و در چارچوب ایران بیایید و فعالیت سیاسی بکنید. اگر به عنوان شهروند ایران رأی آوردید، برید در مجلس بشینید، کارتون رو بکنید، برای مردم کردستان خدمتی ارائه بدید. اگر نه، ایرانی نیستید، خب برید اونجایی که اهلش هستید و فکر میکنید که باید اونجا باشید. شما، من ایرانی هستم، من تکلیف خودم میدونم، من ایرانی هستم، کردم هستم، به غیر از ملت ایران ملت دیگری رو در ایران نه میشناسم نه به رسمیت میشناسم. پرچم هم پرچم شیر و خورشیده. حالا هر چی میخواید به من بگید، من تکلیفم روشنه. شما به قول استاد امیر طاهری پرچماتون از جیبتون درارید، با شجاعانه بیاید بگید که آقا پرچم من اینه، رهبرم هم اینه. ببینید، ببخشید من اینقدر صحبت ها زیاد شد. بسیار دارم لذت برم. مسئله اسرائیل، اسرائیل الان حمله کرده به رژیم، درسته؟ اینها، من دارم در یک رسانه کار میکنم که مربوط به هر حال به نوعی کارم، سر و کارم با دوستان ایرانی در اسرائیل هستش. اینها پاشنه این در به اصطلاح سایت و یوتیوب و همه چیز ما رو در آوردن در طول این سالها که بیان این تجزیه طلبان با یک رسانه اسرائیلی مصاحبه بکنن، که ما حالا در مواردی که نیاز بود باشون مصاحبه کردیم و هست، مثلا مصاحبه آقای منشأ امیر با آقای مهتدی هست در یوتیوب و سایت ما هست، میتونید برید ببینید. اونجا قشنگیشون اعلام میکنه که ملت کرد حق تعیین سرنوشت داره و چه و چه و چه. به هر حال،
ولی در موارد دیگری. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکردن که اسرائیل گویا ممکنه از تجزیه طلبان ایران دفاعی بکنه یا حمایتی بکنه، که این رو هم رژیم را انداخته بود که گویا اسرائیل داره از تجزیه طلبان برای تجزیه ایران حمایت میکنه. از زمانی که اون سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به دعوت دولت اسرائیل صورت گرفت و در اونجا ایشون در سطح نخست وزیر، رئیس جمهور اسرائیل و نمایندگان مجلس و وزرا، ایشون از ایشون پذیرایی شد. ببینید اصلا از این رو به اون رو شدن. در مورد اسرائیل 180 درجه برعکس صحبت میکنند. در این مورد، بله، در این مورد حمله اسرائیل به رژیم کنار رژیم وایستادن. طرف تجزیه طلبه، همین آقای از قندی یا نمیدونم عثمان زرقندی یا هر چی هست، کاوه آهنگری، اومده داد میزنه که وای ایران از دست رفت، اسرائیل میخواد. مردک شما همین 3 ماه پیش گفتی، 4 ماه پیش گفتی من ایرانی نیستم، ترک تبعیت کردی. آخه این رو کجای دلمون بگذاریم؟ انقدر ببخشید که من دلم از اینا پره، ولی امیدوارم که اینها سر عقل بیان. نمیان، یعنی انقدر اینها، من فکر میکنم اینها خودشون رو به خواب زدن، مأموریت دارن که این کارها رو انجام بدن، ولی ره به جایی نمیبرن، چون این رژیم با حربه اگر من برم ایران تجزیه میشم به جایی نرسید. و شما هم خودتون رو خسته نکنید آقایون و خانم ها، ایران تجزیه نخواهد شد، یک ملت هست و یک پرچم. بفرمایید. دقیقا شما ناکنید الان بریتانیا، آن بریتیش ایرانیان، یعنی اسکاتلند به زبان انگلیسی عوض، اول زبان رسمیشون انگلیسیه، ایرلند انگلیسیه، ویلش انگلیسیه، ویلز انگلیسیه، یعنی اصلا ببین اصلا مسئله فدرالیزم آمادگی نداره کشور ما برای اصلا فدرالیزم، لازم نیست، نه تنها آمادگی، اصلا لازم لازم اولا که نیست. لازم نیست، اولا که اصلا لازم نیست، اگر که یک حکومت به واقع دموکرات و سکولار بیاد در رأس کار لازم نیستش که طبیعتا در به تمام نقاطی که این ایران بانوی ما رسیدگی خواهد شد، ولی مسئله بیخردیه، بیشعوریه، نادانیه، ایناست که در کنارش هم اون عقده های خشم و خودشیفتگی اینا وقتی و نارسیسیستیکی وقتی اینا بره توی وجود و شخصیت یک فرد، این فرد همیشه مرغش یه پا داره، هیچ فایده هم نداره برای اینکه بخوایم به فرض تفهیم بکنیم بهش. مهم اینجا اینه که مردم رو تفهیم بکنیم، آگاه بشن از یک همچین خائنانی، آگاه بشن از یک همچین انسانهایی که به فکر هیچ کس نیستن غیر از کرسی و مقام آینده خودشون، هر کدوم و هر کدومشون خودشون رئیس جمهور و وزیر آینده کردستان یا آذربایجان میدیدن. اینا فاجعه است. بله، اما جان یه نکته رو ببخشید من اینجا لازمه بگم. ببینید این آقایون و خانوم ها یک مسئله رو عنوان میکنن که بله اگر رژیم عوض شد ما اجازه نخواهیم داد که یک نفر از تهران یا از نمیدونم شمال ایران بیاد در کردستان استاندار بشه. این رو به عنوان یک مثلا خواست فلان همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، دولت آقای پوزیده معروف به پزشکیان، یک استاندار کرد، خیلی هم کرده، من خوب میشناسمش، از خانواده لوهونی های به اصطلاح اورامان هستش، لباس کردی هم میپوشه، خیلی کردی خوب حرف میزنه و خیلی هم کرد کرد میکنه. ایشون استاندار رژیم شده در استان کردستان. خب بیاین جواب بدید، یک کسیه که خودش و پدرش با رژیم همکاری داشتن، نه 5 سال و 10 سال، طی 45 سال گذشته، خیلی هم کرده، از شما بهتر کردی حرف میزنه آقایون و خانم ها، آیا یک کلمه بیاد یک موضع گیری بکنید در مقابل این؟ من ترجیح میدم در آینده ایران آزاد یک اصفهانی، یک تهرانی که ایران رو دوست داره و کردستان رو مانند تهران و مانند شهر خودش دوست داره، استاندار کردستان بشه و من و ما، من نه، من کارم روزنامه نگاریه، یک کسی که در کردستان هست و صلاحیت و توانمندیش رو داره بره استاندار تهران بشه. این اصلا چه مسئله مسخره‌ای که شما عنوان میکنید؟ همه ما ایرانی هستیم، اگر من سنندج رو به عنوان شهر زادگاه هم دوست دارم، به همون اندازه تهران رو هم دوست دارم، به همون اندازه
شمال ایران رو دوست دارم. اگر غیر از این باشه که دیگه اصلا ول معطلی. این نکته بود که خواستم خدمتتون بگم. ممنونم، خیلی مهم. اما برسیم به صحبت‌های آخر ما. ببینید، تجربه تلخ کشتاری که در کردستان به وجود اومد، این تجربه را الان اینا هنوز هم نفهمیدن. اینا افتخار میکنن که حتی بچه 13 ساله را بهش اسلحه دادن، که این بچه های معصوم و کتوستشون مغزی دادن، زن و مرد به کشتن دادن، پیشمرگه را انداختن. و چقدر این بچه های معصوم چقدر زیر سن کشته شدن به دست جمهوری اسلامی، و اینا هرگز حاضر نیستن به درک بکنن با شعور الانشون، با خردورزی الانشون، که اون کار اون زمان ما اشتباه بود، و بیان اعتراف بکنن به اشتباهشون. در کنارش هم طبیعتا کشتار جمهوری اسلامی قابل بخشش نیست. اما هرگز اینا درس نگرفتن. ببین، تاریخی 300 400 ساله. تاریخی وقتی نگاه میکنیم به تاریخچه‌شون، چون همیشه چون موقعیت جغرافیش و جغرافیه کردستان در کوهستانه، خب جنگ‌های پارتیزانی خیلی آسان‌تره در اونجا، و هرگز اینا درس نگرفتن از گذشته تلخ و گذشته خیانتبار و اشتباهات گذشتهشون. همیشه با افتخار از گذشته تلخ و خیانتبارشون صحبت میکنن. لا این یعنی بیخردی، این یعنی لا نادانی، این یعنی بیشعوری. یک انسان باشعور سیاسی، چون اینا خودشون رهبر سیاسی میدونن دیگه، یک انسان سیاسی باشعور باید از گذشته تلخ خودش و تجارب تلخ تاریخی خودش صحبت کنه، خودش صحبت کنه و بگه در آن زمان اشتباه بود. حال ما نمیخواهیم تکرار بکنیم، اما به قول شما با بولدیزر بیایم از روی مرکز خواه میگذاریم. اینا فاجعه. مهم اینه که مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم آذربایجان، من وقتی که ترک ها اومدن، پان ترک اومد توی کلاب کلاب هاست، یادم فرزام خندیدم گفتم شما دیگه چی میگی؟ ده. همه بازار تو دستتونه، حکومت تو دستتونه، خامنه ای هم که ترکه. یعنی متاسفانه اینو باید متوجه بشن، مردم باید متوجه بشن، دقیقاً که دقیقاً حواستون، دقیقاً نسل زد ما به خصوص نسل جوان ما باید متوجه بشن که اینا جز نابودی و بیچارگی ملت خودشون و برای کرسی و قدرت خودشون هیچ نیت دیگه ای ندارن، هیچ هدف دیگه ای ندارن. به همین خاطر الان ما هر چی بیشتر در کنار هم دیگه قرار بگیریم، فردای ایران اگر به فرض، من از طرف خودم میگم، اگه فردا بلوچستان، کردستان، تمام خوزستان، نقاطی که واقعا الان بعد از جمهوری اسلامی شدیدن شدیدن محروم شده، اگر به فرض احساس بکنم، من شخصا احساس بکنم که دولت دموکرات و سکولار ما رسیدگی نمیکنه، من و شما باید اعتراض کنیم به این قضیه. معلومه که اعتراض میکنیم، برای اینکه بند بند این ایران بانوی ما باید پیشرفت بکنه، باید فردای روشن رو ببینه، باید آزادی رو ببینه، در کنارش پیشرفت اقتصادی رو ببینه، کار رو ببینه. کار آخه در کردستان کارخونه ندارن، با چی میخواین شماها به فرض تجزیه کنید و بکنید کشور کردستان؟ اینا مصیبت هایی که مردم باید متوجه بشن. ما یک ملتیم. من فارس که افتخار میکنم به فارس بودنم، در کنارشم افتخار میکنم اگه کرد باشم، اگه عرب باشم، اگه ترک باشم، اگه بلوچ باشم، اگه گیلک و مازندرانی باشم. ما مهمه که در کنار هم قرار بگیریم. ایران بانوی ما رو تیکه تیکه کردن رفت، دیگه هرگز اجازه نمیدیم بیشتر از این ایران بانوی زیبای ما. یادم به وقتی گفتم این گربه زیبای ما، یه خانم کرد تو کلاب هاست برگشت گفت همون گربه ملوس تو، برو قربون صدقه گربه ملوس. معلومه که قربون صدقه گربه ملوسمون خواهیم رفت. این گربه ما شیره و هرگز اجازه نمیده یک سر سوزن از خاکش گرفته بشه، به خاطر خود ملت کردستان، به خاطر خود ملت ما. مردم کردستان البته. منظورم همینه، مردم کردستان، مردم آذربایجان. شما نگاه کنید آذربایجان الان در کشور آذربایجان چه فاجعه ایه. شما جمهوری چند سال جمهوری، رئیس جمهور هنوز همون رئیس جمهوره. ایران ما باید آباد بشه به دست ملت، مردم ایران، ملت ایران، مردم کرد، مردم بلوچستان، مردم خوزستان، مردم سیستان و بلوچستان و کجا
و همه جای ایران ایران، همه جای ایران، همه ما ایرانی ها. دقیقا. بله. یه نکته پایانی رو هم خدمتون بگم، مسئله کولبر، سوختبر پس از فتنه 57 بود. اگر حکومت پادشاهی سقوط نمی کرد و اون حکومت ادامه پیدا می کرد، هیچ وقت و هیچ امکان وقت نداره، در امکان کردستان ما کولبر نمی داشتیم، امکان در نداره. خوزستان سوختبر و فلان و این همه بدبختی که سر مردم کردستان و جاهای مختلف ایران اومد و همه ما بها پرداختیم، همه ملت ایران بها پرداختیم. حالا ممکنه یه زمانی مثلا اوایل فتنه 57 مردم کردستان بهای بیشتری، ولی در ادامه تهران، شیراز، اصفهان، اگر امروز بیابی در ایران هست، برای همه ایران هست. هر مشکلی که در ایران هست، چون ایران کشور مشاع همه ما ایرانیان هستش، مشکل همه ما ایرانیان هست. اینجوری نیست که اگر در لرستان، حتی ببینید این تجزیه طلبان مسئله محیط زیست رو هم تجزیه طلبانه نگاه میکنن. یک آقایی که خودش رو کارشناس محیط زیست میدونه و کرده، تجزیه طلبه، میارنش تو این تلویزیون صبح تا شبم حرف میزنه، اون رو هم تجزیه طلبانه نگاه میکنه، میگه اگر در کردستان آب نیست، نمیدونم به خاطر اینه که آب کردستان رو بردن فلانجا. ببینید اصلا وحشتناکه، اینها مغزهاشون معیوبه به خاطر اون تعصبی که بیمارگونه در وجودشون رخنه کرده. ایران ما آزاد خواهد شد و همه ما ملت ایران هستیم، و اگر کسی خودش رو غیر از این میدونه، خب بره با هر کسی که هموطن خودش میدونه، برن یه جایی که فکر میکنن اونجا، به قول این واقعیته، شما ایرانی هستی، شناسنامه ایرانیه، میگی من نیستم، خب من چیکارت باید بکنم؟ به زور بگم شما ایرانی هستی؟ نه، شما ایرانی هستی، شهروند ایران، حق و حقوق داری در آینده ایران آزاد. ولی اگر خودت اصرار داری که نیستی، دیگه والا من نمیدونم باید چیکار کرد. باید به عنوان یک ملت ایران افتخار بکنیم، چه کرد باشیم و چه ترک باشیم و چه عرب باشیم و چه فارس بله. باشیم. اینو اگر درک بکنیم، من فکر میکنم مشکل بزرگی حل خواهد شد. یه موضوع رو من خواستم خیلی سریع بگم که یه لحظه از آها سوال من اینه فرزان، واقعا اگر انقلاب این فتنه 57 نشده بود، الان ایران ما بعد نیم قرن به کجا میرسید؟ سوال خیلی خیلی مهمه، من این رو، نه فقط ایران بلکه خاورمیانه. بله، خاورمیانه، بله، ما مردم ایران قربانی شدیم و به تبع همون صحبت پادشاه فقید که گفتن در اون ماهای پایانی که در ایران بودن، گفتن، هشدار دادن که اگر حکومت من به عنوان حکومت پادشاهی سقوط بکنه، ایران از دست میره، اگر ایران از دست بره، خاورمیانه از دست میره، و اگر خاورمیانه از دست بره، وحشت بزرگ تمام جهان رو فرا میگیره. این وحشت بزرگ رو دیگه داریم میبینیم در پایتخت های اروپایی، چگونه اسلامیست ها چگونه این پایتخت ها رو تسخیر کردن. اگر این انقلاب نمیشد، اگر این فتنه نمیشد، قطعا عراق و لبنان و همین مسئله فلسطین و اسرائیل به این گونه بغرنج نمیشد و این پایتخت های کشورهای عربی به این گونه ویران نمیشد. ایران ما از دست رفته. اگر انقلاب نمیشد، این یک مقاله ای هست بعدی که، مورد این تایتلی که من در موردش صحبت بله کنیم معقول بله من میکنم. سالها پیش با چند نفر از دستندرکاران حکومت پادشاهی پهلوی صحبت کردم در این زمینه، که جناب مینا که مسئول قراردادهای نفتی بودند در پیش از فتنه 57، و ایشون گفتن که این اگر خیلی طولانی هست و اگرهای زیادی هست، که اگر این فتنه صورت نمی گرفت، خیلی ما اصلا در این جایگاه که نه تنها نمی بودیم. شاهزاده رضا پهلوی در بارها به این مسئله پرداختند که ایران ژاپن خاورمیانه می شد، کره جنوبی می شد. شما ببینید اصلا وحشتناکه، یعنی دفاعی که این 57 یا از فتنه 57 میکنن، آدم رو واقعا وحشتناکه. اینا اگر برن به ایران، ببینید من 12 سال از ایران اومدم بیرون، نمیدونم شما چند سال از ایران اومدید بیرون، بالای ولی 30 سال. بله، اینها اگر به ایران برگردن، که امیدوارم
این رژیم به زودی سقوط بکنه و همه ما به ایران برمیگردیم. و اینها اون ادعایی که میکنن که بله ملت ایران پشت ما هست و فلان، برن در یک جایی سخنرانی بکنن و کمترین اشاره ای بکنن به اینکه انقلاب 57 کار درستی بوده، اون وقت اون مردم با اینها یک برخوردی خواهند کرد که برای همیشه هم ایران رو ترک بکنن و دیگه جرأت نکنن حتی در خلوت خودشون برای خودشون تکرار بکنن که بله ما انقلاب 57 کار خوبی بوده. اینها با ملت ایران طرفن که امروز اکثریت اون سال هاست که به پادشاه فقید میگن اون خدا بیامرز، و بخش گسترده ای از ملت ایران چشم امیدش به شاهزاده رضا پهلوی است، به درست که ایشون میتونه به آسانترین راه، به سهلترین وجه ممکن، زمانی که این رژیم بره، ایران رو به روی ترقی، ریل ترقی برگردونه. بفهم. دقیقا. و وقتی که ما میشنویم صحبت های محمد رضا شاه فقید، واقعا اصلا ما تو مبهوت انسان میمونه که چقدر این مرد شعور داشت، چقدر همین کلمه ارتجاع سرخ و سیاه چه بله عمقی بله داره. بله و همین موضوعی که شما داریم گفتید میبینیم صحبت امروز. بله آره، داریم میبینیم. یعنی بله صحبت هایی که میکرده انسان واقعا به تفکر میبره که چه بلایی سر ملت آوردید از یک همچین انسانی. همه خطا کردم، همه خطا دارم، کیه که پرفکت باشه؟ هیچ انسانی تو این کره زمین پرفکت نیست. اما از کجا ما رو به کجا رسوندید؟ وای وای به حال شما فسیلی های 57 که شرم نمی کنید، خجالت نمی کشید، خیانت پشت خیانت دارید می کنید و زمان بیشتری رو برای این آدم خورای آخوند جمهوری اسلامی می خرید. شرم بر تک تک شما، چه تجزیه طلب باشید و چه چپول فسیلی باشید و چه نهضت ملی مذهبی، ملی مذهبی، اینا همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم همه در کنار هم یک قماشن و واقعا تاریخ نام تک تک شما رو اوردی از الان نوشته، یادتون باشه. خیلی خیلی لذت بردم فرزام جان، حتما بیشتر در کنارم هستیم، خواهش خواهیم میکنم. بود. واقعا این صحبت ها هرچی بیشتر صحبت بشه، به خصوص از جانب تو به قربانت بمکر که گیانم، خواهش از طرف یک کرد وقتی میکنم. صحبت بشه به دل و جان آدم خیلی بیشتر می نشینه. حتما سایت اسمش رو دوباره بگین، RADDIS radis.org radis.org رادیس، آره من مخصوصا اسپلش میکنم که متوجه بشن، radis.org. و حتما حتما علامتی هم که لوگویی هم که شما دارین پرچم پرچم شیر اسرائیل، و خورشید و پرچم اسرائیل آره هستش. بله پرچم شیر خورشید، با اون خیلی راحت تر میتونید پیدا بله در بکنید. یوتیوب هم اگر بنویسن رادیس به راحتی آه کانال فورا یوتیوب میاد، پیدا میکنن. فقط بله بنویسین رادیس، حتما دنبال بکنید و امیدوارم که بیشتر در کنار هم باشیم. بسیار خواهش لذت میکنم. بودم و یادمون نره فرزام عزیزم، هرگز هرگز آزادی به دور از آگاهی، هرگز. 100%. همه این بحث ها، این رو در آخر بگم، همه این صحبت ها برای این است که مردم ایران، ملت ایران و به طور مشخص در این برنامه مردم کردستان بار دیگر گول این دروغ هایی که به اینها فروخته میشه رو نخورن، چرا که ایران آینده یک ایران شهروند مدار امیدوارم که باشه. تمام تلاش این هست که در اون تک تک ما ایرانی ها به حکم این که ما ایرانی هستیم از حق و حقوق برابر برخوردار باشیم. در اون ایران دیگه لازم نیست که ما حتما بگیم که خون کردها رنگین تره یا خون لورها یا نمیدونم تهرانی ها، همه ما ایرانی هستیم و در اون ایران آزاد برای ما فرصت برای پیشرفت خواهد بود. بله، گول گول این رهبران فیک رو نخوریم، یادمونم نره که نوشیروان رفت به دستبوس خامنه ای. به بله راحتی بله اینا بله موقعیت های مختلف میرن دستبوس دشمنان خودشون میشن بر علیه ملت. در اینا کنار اسماعیل هنیه نشست نوشیروان بارزانی همون روزی که بله شبش کتلت شد. بله باجر باجر، اینا خیلی مهمه برای آگاه شدن ما. بله خیلی 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 شما ملت کرد، من خیلی خیلی مردم کرد، مردم خیلی دوست دارم کردستان البته. مردم کرد، خیلی خیلی دوست دارم. ما مردم ایران همدیگر رو خیلی دوست داریم، از بله کردستان تا تهران تا شیراز، جانم از فضایی. بلوچستان و از خوزستان و از همه بخش بخش این کره زمین تا تهران، از تهران تا اون، و در کنار هم دیگه ما یک ملتی، فراموش نکنیم. بله تا با روزتون به آگاهی بیشتر تا به آزادی. پاینده ایران.